بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، ثم الصلاة والسلام على حبیب اله العالمین ابو القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه، وعلى آله الطيبين الطاهرين، سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم اعداء الله اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. توفیق شد این روزها بحث سوره مبارکه انبیا رو محضر شما بینندگان عزیز و همچنین جوانان و نوجوانان گرامی مطرح می کردیم. داستان حضرت ابراهیم رو اشاره کردیم که ایشان رو محکوم کردن به سوزاندن و اینکه در آتش قرار بگیره، با منجنیق رو در آتش قرار دادن یا نار و کونی بردن و سلامن علی ابراهیم. خدا می فرماید آتش بر حضرت ابراهیم به فرمان او سرد شد و بعد از 3 روز حضرت ابراهیم علیه السلام از آتش بیرون آمد. و ارادو بهی کیدن، اونها کید کردند، توطئه کردند، فجعلناهم الاخسرین، اما ما اونها رو خاسر و زیانکار قرار دادیم. امروز آیه 71 و 72 رو مطرح میکنیم که فصل جدیدی در زندگی حضرت ابراهیم علیه السلامه و اون هجرته. این اتفاق در بابل افتاد، در عراق. بعد از آنی که ایشان از آتش سالم بیرون آمد، تصمیم گرفت بره به سرزمین شام. البته نمرود و نمرودیان هم دیگه اجازه نمیدادن ابراهیم در اونجا بمانه. با این معجزه‌ای که مردم از ایشان دیده بودن، 3 روز یک کسی تو این موج آتش بمانه بعد بیاد بیرون بدون اینکه یک کوچکترین سوختگی روی بدنش باشه، اگر کسی تعصب نداشته باشه، لجاجت نداشته باشه، باید ایمان بیاره. خب ممکن بود حالا بترسن از نمرود، اما در دراز مدت اگر حضرت ابراهیم میماند، این نقطه عطفی بود، میتونست از این استفاده کنه و خیلی ها به او بگروند. اینجا بود که خود نمرود گفت ایشونو بیرون کنید، اگر بمانه افسد دینکم، دین شما رو که همون بت پرستی است از بین میبره. حضرت ابراهیم خودش هم تصمیم گرفت هجرت کنه. عزیزان میدونید انبیای الهی کارشون هدایت مردمه. بعضی انبیا منطقه‌ای هن، مالا یه منطقه خاصه، مثل حضرت یعقوب. اما بعضی از انبیا مثل حضرت ابراهیم، اینا فراگیرند، باید جاهای مختلفی برن دعوتشون رو مستقیم و غیر مستقیم مطرح کنند. به همین جهت ایشون حرکت کرد به سمت شام با 2 نفر، یکی برادرزادش حضرت لوط. حضرت لوط یک نوجوانی بود که از همون اول به حضرت ابراهیم علیه السلام که ابراهیم عموی او میشه ایمان آورد و همراه او بود. البته بعدن خود ایشون هم پیغمبره، حالا عرض میکنه. حضرت لوط برادرزاده حضرت ابراهیم همراهش شد و ساره خانوم حضرت ابراهیم، که از روایات استفاده میشه ساره هم خواهره، در واقع ساره هم از بستگان حضرت ابراهیم علیه السلام است. به هر حال اینها حرکت کردند
به سمت شام. آیه اینه و نجیناه و لوتن. تو این آیه سخن از همسر نیست، میفرماید ما حضرت ابراهیم را نجات دادیم و لوتن به حضرت لوت علیهم السلام رو. الال ارض، نمیگه شام، الال ارض التي بارکنا فیها للعالمین، در اون سرزمینی که ما اون سرزمین رو برای همگان مبارک قرار دادیم. بعضیا گفتن منظور مکه است، بعضیا گفتن بیت المقدس، اما روایاتی که ما داریم و مفسرین آوردن میگه نه، در سرزمین شام بوده. به هر حال و نجیناه و لوتن، حضرت لوت و حضرت ابراهیم رو نجات دادیم، هجرت کردند الال ارض التي بارکنا فیها، در اون سرزمینی که مبارکه برای جهانیان. عزیزان میدانید حالا قرآن کلن خیلی وارد جزئیات نمیشه توی داستان، چه اتفاقی افتاد، چجوری اینها از بابل رفتن به شام، دیگه اینها نیامده اینجا، ولی در کتابهای تاریخی آمده که حضرت ابراهیم در این مدتی که در بابل عراق بود، خب دامداری داشت، اموالی داشت. وقتی گفتن باید بری و تصمیم گرفت بره، گفت اینا رو باید با خودم ببرم. گفتن نه نمیشه، خودت تنها با جناب لوط باید بری و همسرت سه نفری. گفت نه، کارشون حتی در روایات دارد به دادگاه کشید. به حضرت ابراهیم اونجا گفت من عمری صرف کردم، اینا رو پرورش دادم، بزرگ کردم این حیوانات و این دامها. بالاخره با موافقت قاضی اموالش هم بهش دادن، یعنی این دامها رو هم با خودش برداشت و اومد به طرف سرزمین شام. خب همینجا یک استفاده بکنیم. یکی از امور مهم در تاریخ هجرته. هجرت اختصاص به مسلمان هم نداره. حضرت موسی علیه السلام هجرت داشته، حضرت عیسی علیه السلام هجرت داشته. هجرت یعنی جدا شدن، اینه که انسان از یک جای به جای دیگه‌ای بره، اینو بهش میگن هجرت. در قرآن سوره مبارکه نساء آیه 100 دو تا آیه پشت سر هم و در جاهای دیگه هم باز هست خداوند راجع به هجرت صحبت کرد. من آیهشو میخونم و من یهاجر فی سبیل الله، هر کسی هجرت کنه در راه خدا، مثلا شهر اذیت میشه بره یه شهر دیگه، یجد فی الارض مراغما کثیرا و سعه، جاهای وسیعی پیدا میکنه. یجد فی الارض مراغما، مکانهایی پیدا میکنه که بالاخره اون سختی های قبلی رو نداشته باشه، هم کثیرا هم گسترده و سعه. و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله، هر کسی که از خانش خارج بشه به خاطر خدا، هجرت کنه به سوی خدا و پیامبر، اگر مرگ او رو گرفت ثم یدرک الموت فقد وقع اجره علی الله، اجرش بر خداست. دو بار تو این آیه‌ای که اشاره کردم سوره نساء آیه 100 به بعد سخن از هجرت اومده، و من یهاجر فی سبیل الله، یکی هم و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله. ما چهار جور هجرت داریم، یک کمی اینو توضیح بدیم امروز. اول هجرت مکانی است. هجرت مکانی یعنی این که انسان از یه جایی به جای دیگه بره، همین کاری که حضرت ابراهیم کرد، از بابل به شام رفت. حضرت موسی علیه السلام انجام داد، از مصر به مدین رفت. مسلمانان توی مدینه در مکه انجام دادن، از مکه به مدینه آمدن، عده‌ای از مکه به حبشه رفتن. اونقدر هجرت مهمه که شما میدونید مبدأ تاریخ هجرته. الان ما میگیم مثلا سال فلان هجری قمری، هجری شمسی، با اینکه تولد پیغمبرم داریم، مثلا در سال میلادی تولد حضرت عیسی علیه السلام هست، بعثت هم داریم، 27 رجب بعثت بوده، اما هجرت شده منشأ تاریخ.
که اهمیت این امر رو میرسونه و این هجرت اینقدر مهمه که گاهی در قرآن کریم بر جهاد مقدم شده، هاجروا و جاهدوا. این میشود هجرت مکانی. یه وقت حالا انسان توی آپارتمانی زندگی میکنه، مثلا توی شهری، توی منطقه بچه‌هاش دارن فاسد میشن، خانواده‌اش دارن منحرف میشن، توی محله ایست که تو اون محله آدم‌های فاسدی هستن، باید هجرت کنه. قرآن میفرماید روز قیامت به بعضیا میگن شما چرا منحرف شدید؟ میگن محیطمون خراب بود. آیه قرآن میفرماید بهشون خطاب میشه، الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها. مگه زندگی محدود به همین شهر و منطقه بود؟ زمین گسترده است، چرا هجرت نکردید؟ چرا جای دیگه نرفتید؟ پس هجرت امروز هم هست. امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماید الهجرت قائمت علی اصولها، هجرت امروز هم بر همون اصل و مبنای خودش هست. یه وقت عرض کردم توی آپارتمانی، توی محله‌ای، توی شهری یه کسی میبینه داره دینش از دست میره، خب باید جاشو عوض کنه ولو موقعیتشو از دست بده. مسلمانایی که از مکه آمدن مدینه خیلی اذیت شدن، طرف تو مکه خانه داشت اما اومد مدینه رفت رفت صفه تو ایوان نشست، یعنی خانهشو از دست داد، زندگیشو از دست داد. البته نمیخوام عرض کنم که حالا این به گونه ای باشد که حالا خیلی های وقت بد برداشت کنن، منظور این است که امکانش زمینش هست که این خونه رو میفروشیم بریم یه محله دیگه، یا تقاضای انتقالی از این شهر به شهر دیگه ای میدیم. بالاخره هجرت یک اصل مهم قرآنی است که پایان نپذیرفته. انبیای الهی هجرت داشتن، نمونش حضرت ابراهیم و برادرزادش حضرت لوط علیهم السلام هست. دومین هجرت، هجرت معنوی است. اینو خوب عنایت کنید، یعنی هجرت از گناه، دور شدن از خطا و رجزه فهجر. قرآن می فرماید افضل الهجره، پیغمبر خدا فرمود بالاترین هجرت این است که انسان ان تهجر السوء، کار زشت رو انسان کنار بذاره. افضل الهجره، یه کسی یه معصیتی تو زندگیشه یه مرتبه بذاره کنار، عوض بشه، تغییر کنه، این میشه هجرت. سفران نیست که از مصر به بغداد روی، از سر نفس گذشتن سفر مردان است. این خیلی مهمه. یه مرتبه مثل هور هجرت کنی از سپاه یزید بیای به امام حسین بپیوندی، این میشه هجرت. خودتو جدا کنی، این هجرت از گناه که بالاترین هجرت، افضل الهجره است. البته اراده قوی میخواد. در قرآن کریم آیات متعددی داریم راجع به این توبه و هجرت. یکیش اون آیات سوره مبارکه توبه است که آیه 117 و 118 که داستانش اینه، رسول خدا به اتفاق عده‌ای از مسلمانان و اصحاب عازم جنگ تبوک شدن. منافقین که خب نیامدن، اونا همیشه سعی میکردن بحران ایجاد کنن. اما سه تا از مؤمنین، منافق نبودن، تنبلی کردند، امروز و فردا کردند، به نام هلال، مراره و کعب. گفتن حالا مسلمان ها برن، ما یه مرکب خوب بخریم، یه شمشیر خوب بخریم، آمادگی پیدا کنیم، کارامونو انجام بدیم. الاخره تعلل کردند. عزیزان تو کار خیر نباید تعلل کرد. روایت داریم صدقه که میخوای بدی شیطانک ها میان دستتو میگیرن، سری بده، نه حالا فردا میدم پس فردا میدم. بالاخره کوتاهی کردن، جنگ تمام شد، پیغمبر رفت تبوک و برگشت. البته جنگ صورت نگرفت ولی سفر نظامی تمام شد. وقتی پیغمبر برگشت با اینا قهر کرد، این ستا رو فرمود کسی باشون حرف نزنه.
خیلی هم سخته. اگر گناهکار تو جامعه تشویق نشه گناه زیاد نمیشه. ما وقتی که توی مغازه، توی تاکسی، توی خیابون یک بد حجاب رو بهتر از با حجاب تحویل میگیریم، بد حجابی میشه ارزش، تشویق میشه دیگه. وقتی یک آدم بی نماز، بی دین، شرابخوار توی فامیل طرد بشه، خونش نرن، البته اول تذکر باید داد، اگر تندی کرد، اگر نسبت به گناهکار موضع در انسان بگیره، گناهکار میبینه خلاصه در سختیه، به خودش میاد. در روایات داریم حداقل نهی از منکر نستش که به روی گناهکار نخندی، فکر نکنه کار خوب داره انجام میده. حضرت فرمود کسی با اینا حرف نزنه. تخلف از جهاد، تخلف از جنگ گناه کبیره است. این آدمای بدی نبودن، سر به بیابان گذاشتن، روزها روزه میگرفتن، شبها گریه میکردن تا 50 روز. دیگه این اواخر تصمیم گرفتن خودشون هم با هم صحبت نکنن، چون خانوماشون که باشون حرف نمیزدن، برادر و خواهر که حرف نمیزد. النبیو اولا بالمؤمنین من انفسهم، اگر پیغمبر جای دستور داد، این دستور بالاتر از دستور خود ماست، اولویت داره بر ما. تا اینکه این آیه نازل شد، لقد تاب الله علی النبی والمهاجرین والانصار، سوره توبه آیه 117 و 118، توبه اینا قبول شد. اینو میگن هجرت. هجرت، اینا هجرت معنوی کردن، از گناه خودشونو جدا کردن. پیغمبر گرامی اسلام یک نوجوان یهودی بود، خب خیلی به ایشون ارادت داشت. گاهی هم پیغمبر یک کاری بهش واگذار میکرد. خیلی پیغمبر رو دوست داشت. مریض شد. رسول خدا اومد عیادتش. نوجوان یهودی، پدر یهودی، مادر یهودی، کنارش نشست. فرمود میخوای مسلمان بشی؟ میخوای به من ایمان بیاری؟ مردان خدا اینطورن، از همه لحظه ها استفاده میکنن برای هدایت. گفت بله. اما یه نگاهی به پدرش کرد، شاید پدرم راضی نباشه مثلا. پدرش هم مخالفت نکرد. پیغمبر فرمود بگو اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. شهادتین گفت، مسلمان شد، از دنیا رفت. اینقدر پیغمبر اون روز خوشحال بود. از چی؟ از این که یه نفر رو مسلمان کرده. شما میدونید یک نفر هدایت بشه از همه عالم ارزشش بالاتره. پس ما 4 جور هجرت داریم: هجرت فیزیکی، هجرت مکانی. مسلمان ها از مکه رفتن حبشه، اومدن مدینه. حضرت ابراهیم از بابل رفت شام، حضرت موسی رفت مدین. این میشه هجرت مکانی. دوم هجرت معنوی، که هجرت از گناه و معصیته، که روایتش رو خدمتتون خواندم. هجرت سوم هجرت اعتقادیه. یه وقت یک عقیده باطلی کسی داره، بذاره کنار. هشام ابن حکم عقاید باطلی داشت، جزو مرجعه است که یه فرقه انحرافی است. مرجعه کسایی بودن که میگفتن دلت پاک باشه، عملت مهم نیست. همین حرفی که الان بعضی تو این فضای مجازی هم میزنن، خیلی هم خوشحالن، میگن ما مثلا انقدر طرفدار داریم، 2 میلیون، 3 میلیون. عزیز من، اگر کسی اومد در دین سستی ایجاد کرد، طرفدار پیدا کرد، که هنر نیست. کربلا عمر اسد 30,000 طرفدار داشت، ابا عبدالله کمتر از 100 نفر. بعضی ها فکر میکنن اگر تعداد مراجعه کنندگانشون توی سایت یا توی فضای مجازی یا توی گروهی زیاد شد، خیلی آدم اومدن، این دلیل بر خوبی این آدمه. نه، تو داری از دین هزینه میکنی. فردا صبح اگر کسی هم اومد تو فضای مجازی گفت من وجوب نماز رو برداشتم، ببین چقدر طرفدار داره. من حرمت شراب رو برداشتم، ببین 2 برابر شما مراجعه کننده داره. ما دین رو کمرنگ کنیم، طرفدارمون زیاد بشه. وقت این طرفدار پای شما وای میسته، این طرفدار از دین دفاع میکنه، این طرفدار فقط دلش خوشه که شما دارید تو فضای مجازی با زدن از
اون حیای دین، از لایه‌های دین، از ارزش‌های دینی، از قیامت و معاد، از سوس جلوه کرده دادن معاد، به نظر خودت داری مرید جمع می‌کنی. بعدم میگه آقا ببین اینقدر آمار مراجعه کننده من است. نه، هجرت اعتقادی این است ما کاری کنیم که افراد عقیده باطلشون رو از دست بدن. امام صادق با هشام صحبت کرد، ایشون هجرت کرد از عقایدش، از مرجعه بودن برگشت. سید همیری کیسانی بود، امام صادق رو قبول نداشت، معتقد به امامت محمد حنفیه بود، امام صادق باش صحبت کرد، از عقایدش هجرت کرد. پس اینم میشه هجرت عقیدتی، هجرت مکانی، معنوی، عقیدتی. چهارم هجرت علمی، اینم خیلی مهمه. قرآن میفرماید لولا نفر من کل فرقه طائفه لیتفقهوا فی الدین. مسلمان ها در صدر اسلام جهاد میرفتن، خدا فرمود همه نرن برای جهاد. اگر مثلا در جنگ موته پیامبر تو مدینه است، همه رفتن جنگ، و یه عده‌ای هم بمانن تو مدینه احکام یاد بگیرن. جنگ و جهاد تو اسلام مهمه، اما یادگیری احکام، تفقه، علم آموزی در اسلام خیلی اهمیت داره. ما چندین برابر جهاد تو قرآن آیه راجع به علم داریم. 779 بار کلمه علم تو قرآن آمده. لا تقف ما لیس لك به علم، قرآن میگه از چیزی که بهش علم نداری پیروی نکن. هجرت علمی اینه. الان عزیزان ما از شهرستان میان قم درس بخوانن، این هجرت. دانشجو میره دانشگاه، این هجرت علمی است. مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری اعلی الله مقامه الشریف که ما اینجا در حرم حضرت معصومه کنار قبر ایشون هم هستیم، از عراق هجرت کرد به قم، حوزه علمی قم رو بنیان گذاشت. آیت الله العظمای بروجردی که باز قبر ایشون هم اینجا نزدیک به ما، از بروجرد آمد قم، چه شاگردانی پرورش داد. یکی از این شاگردان امام بود. شیخ طوسی رضوان الله تعالی علی در سال 448، هزار سال پیش، از بغداد آمد نجف، حوزه هزار ساله نجف را تأسیس کرد. چقدر حوزه نجف به جامعه خدمت کرده. خب تأسیس این حوزه با هجرت شیخ طوسی صورت گرفت. هجرت علمی هم داریم، باید انسان به خودش زحمت بده، بالاخره علم رو کسب کنه، دانش رو کسب کنه. پس تا اینجا ما اشاره کردیم به چهار نوع هجرت به مناسبت آیه 71 سوره انبیا. حضرت ابراهیم به اتفاق برادرزادش حضرت لوط آمدن به شام. حالا انشاءالله بقیه مباحث رو هم خواهیم گفت. آیه بعد اینه و وهبنا له اسحاق و یعقوب. حضرت ابراهیم از خدا اولاد خواست. خب ایشون میدونید همسرشون اولاددار نمیشدن. با هاجر که کنیز ساره بود ایشون وصلت کردند و خداوند اسماعیل رو به او داد. پس یه پسر به نام اسماعیل داره، اما از خدا میخواست خدایا به من صالحین رو بده، که در آیات قرآن آمده حبلی من الصالحین. خدا یه پسر دیگه‌ای به ایشون داد و یه نوه‌ای هم اضافه. حضرت ابراهیم نگفته بود نوه، فرزند صالح خواسته بود. خداوند به او فرزند صالح داد و نوه صالح. فرزند کی بود؟ اسحاق. نوه کی بود؟ یعقوب، پدر حضرت یوسف. در این آیه می‌فرماید و وهبنا، ما بخشیدیم لهو، به ابراهیم در پیرمردی، اسحاق و یعقوب نافله. نافله یعنی اضافه کردیم.
ما هم فرزند صالح بهش دادیم، هم نوه صالح، و کلن جعلنا صالحین، ما همه اینا رو صالح قرار دادیم، کلن جعلنا صالحین. عزیزان، یکی از توفیقات انسان توی زندگیش داشتن فرزند صالح. من 4-5 تا دعا رو از قرآن به شما یاد میدم، اینا رو بخوانید، که اینها دعای برای اولاد ماست، برای فرزندان ماست که انشاءالله صالح باشه. یکیش سوره احقاف آیه 15، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی و ان اعمل صالحا ترضاه و اصلح لی فی ذریتی، خدایا به من توفیق بده شکر کنم، عمل صالح انجام بدم و در اولادم صلاح قرار بده، اصلح لی فی ذریتی. آیه دوم سوره فرقان آیه 74، بینندگان عزیز مخصوصا پدر و مادرها این آیاتو بخونید، حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. سوم این آیه‌ای که سوره آل عمران آیه 38، حضرت ابراهیم علیه السلام به ایشون نسبت داده شده، رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی. اینایی که گاهی میگن بچه هامون نماز نمیخونن، این دعا رو براشون بخونن، خدایا مرو رب اجعلنی مقیم الصلاة، منو اهل نماز قرار بده، و من ذریتی، و ذریه من رو هم اهل نماز قرار بده. و دعای دیگر دعای حضرت زکریا علیه السلام، حبلی من لدنک ذریتن طیبه. چندین آیه در قرآن داریم که در این آیات راجع به اولاد و فرزند دعای خاصی آمده، که حالا من به چند موردش اشاره کردم. فرزند صالح یه نعمتیه، در روایات داریم 4 چیز از سعادتهای انسانه، یکی همسر خوب، یکی اولاد صالح، یکی خانه بزرگ و یکی مرکب خوب. خب اولاد صالح از خدا بخوایم، امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه 2 تا دعا دارن پشت سر همه، 24 و 25، یکیش راجع به اولاده، یکیش راجع به پدر و مادر. توصیه میکنیم گاهی والدین برای فرزندانشون اون دعای برای اولاد رو بخونن، بچه ها هم برای پدر و مادرشون اون دعای برای والدین رو. انشاءالله خداوند همه ما رو جزو صالحین قرار بده. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. امروز بریم در خانه باب الحوائج، ابا الفضل العباس علیه السلام، عموجان امام زمان ارواح نافدا. خیلی بر ابا عبدالله سخت گذشت، هیچ کجا انقدر بر امام حسین انکسار و انحنا پیدا نشده بود. امام حسین در قبرستان بقی کنار بدن امام حسن هم نشست، تیر از بدن بیرون آورد، اما این جمله رو نگفت که کنار نهر علقمه وقتی تیر به چشم عباس دید، فرق شکافده دید، دست و پای قطع شده دید، صدا زد الان انکسر زهری، برادر کمرم شکست. وقتی برمیگشت بان الانکسار فی وجه الحسین، کاملا معلوم بود حسین شکسته شده، شکسته شد. رفت عمود خیمه عباس رو خوابان. یه جمله ای هم حضرت زینب گفت که تا اون لحظه نگفته بود، با اینکه این همه افراد شهید شده بودن، علی اکبر، قاسم ابن الحسن، برادرای دیگش، و اون جمله این بود، امان از اسارت،
یعنی دیگه خیمه ها آرام نیست. اکنون که عباس به شهادت رسید، امنیت خیمه ها هم تمام شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.